درود به همه دوستان و عزیزان، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. ای دوستان، درود 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 به همه دوستان و عزیزان. درود بر شما گرامیان. درود درود به همه دوستان. خب شب چله است و معمولا دوستان سرشون شلوغه دیگه. درود درود به همه عزیزان، درود بر شما. خب پنجشنبه 30 آذر ماه 2582 شاهنشاهی، شب چله. دوستان اول بفرمایید خسته نشدید که این ویدیوهای شب چله رو داریم پشت سر هم پست میکنیم. خدا میدونه چقدر ویدیو اومده از دوستان. بچه ها دمتون گرم. بچه های ارتش سری واقعا هر زمان که اعلام شد برای یک حرکتی، بچه ها سنگ تموم گذاشتن. خب این همون چیزیه که ما قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم دیگه، یک شبکه بسیار بسیار گسترده در همه جای ایران. من خودم حقیقتش چند روزیه که درگیر بیمارستان و گرفتار بیمارستانم. حقیقتا شب یلدا یا شب چله ما امسال نداشتیم. یه پام اونجاست یه پام اینجاست، میرم میام، اصلا فرصت این نشد. ولی خب خیلی خوشحالم که دوستان ویدیوهایی که فرستادن همه جمعن. یعنی توی ویدیوها وقتی صحبتها رو میشنوی، صداها رو میشنوی، میبینی فامیل جمع شدن، خانواده جمع شدن. این همون چیزی بود که چند روز پیش در موردش صحبت کردیم که شب چله رو بکنیم شب گفتمان براندازی. و دیدم چه جالب، پادشاه هم یک توییتی گذاشتن، یک پستی گذاشتن و به نوعی به همین اشاره کردن. بریم اول توی پست پادشاه رو بخونیم، بعد بریم یه سری ویدیو ببینیم. سایبری ها هم بهشون پیشنهاد میکنم اینجا بشینن یه ذره یاد بگیرن، یه ذره به قول معروف بفهمن که دنیا دست کیه. عراض روباش کمپوزیسیون هم بد نیست، بمونید یه سکته ای میزنید دیگه. حالا پادشاه پست گذاشتن یلدای امسال را در حالی برگزار میکنیم که فقر، فساد، سرکوب، گرانی گریبان اکثریت ملت بزرگ ایران را گرفته است. سفره یلدای بسیاری از هممیهنان خالی است. در این شب زایش مهر دلهای ما را با مهر به میهن و هم میهن گرم و خانه های من را با امید به پیروزی بر این ضحاک نورانی میکنیم که یلدای ما ایرانیان شب بشارت پیروزی نور بر تاریکی است. نیاکان ما هزاران سال حتی در سیاه ترین دوران سرزمینی من این شب را جشن گرفتند. یلدا و شکوه بیمانند ایران ایران ما، یعنی اشغالگران یکی پس از دیگری خواهند رفت و ایران تا ابد جاوید خواهد ماند، چرا که نور بر تاریکی پیروز است. خب این پست پادشاه بود برای شب چله. میدونید که اسم اصلی این شب شب چله است و یلدا یک اسمیه که بعدها گذاشته شد روی این شب، ولی در حقیقت اسم اصلیش عرض کنم خدمتتون که شب چله است. بریم یه سری ویدیو با هم ببینیم دوستان نظرتون چیه. حالا اونایی که نشستید دارید صحبت میکنید، گفتگو میکنید، امشب توی لایو نیستید، توی اینستاگرام نیستید، ولی اینهایی که هستن بریم یه مقداری با عرض کنم شکوه و عظمت این شب، شب چله و شب چله کاملا متفاوت. این شب چله کاملا متفاوتی بود. دلیلش هم اینه که
همونجوری که در اون ویدیو کوتاه چند روز پیش اشاره کردم، ارتش سری سفره‌های هفت سین امسال رو مزین به پرچم شیر خورشید تاجدار کرد در داخل ایران و الان سفره‌های شب چله هم عرض کنم خدمتتون با پرچم شیر خورشید تاجدار ایران تزیین شده. به به، بریم چند تا ویدیو ببینیم دوستان. البته دشمنان هم میتونن باشن، هستن، مهم نیست. اینا ویدیوهاییه که تا الان صداهاشون رو تغییر دادم و حالا فرصت کردم توی این رفت آمد و بیمارستان و این ور و اون فرصت کردم این یه تعداد رو فعلا گذاشتم روی برگه. خب یه بار دیگه اینو گوش کنیم، این خیلی مهمه. صدایی که میشنوید دوستان صدای خانواده است، صدای جمعه، صدای به قول من همون چیزیه که گفتم شب یلدا میتونه اون یخ ما با همدیگر رو با پدر با مادر با برادرمون که چی فکر میکنیم و چرا باید اینجوری فکر کنیم رو میتونه این شب آب کنه. و خیلی خوشحالم که حداقل در بسیاری از ویدیوهایی که دوستان فرستادن این داره خودش رو نشون میده. به 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 بهبهان خوزستان، پرچم شیر خورشید تاجدار در بین یک دو سه تا خانواده، سه تا یا چهار تا خانواده، پرچم شیر خورشید تاجدار شب چله در خوزستان بین چند خانواده. ببین این پرچم میتونه آدمها رو چجوری به همدیگه وصل کنه و چجوری شما میتونید با این پرچم اون گفتمان رو آغاز کنید. خوزستان، یوسف عزیزی بنی طرف، خوب نگاه کن، اینجا خوزستانه، توی حیات خونه هم نیست، بیرونم. بله، سربازان ارتش سری. درود تبریز، سربازان ارتش سری شب چله شب یلدا رو به تمام هم میهنانم تبریک میگم. پاینده با ایران تاریخ شد. اینا خونواده هن دوستان، اینا خونواده هن، اینا فامیل هن جمع شدن دور این پرچم شیر خورشید تاجدار. این همون چیزیه که در برنامه های گذشته مخصوصا برنامه قبلی در موردش صحبت کردیم که اون قشر خاکستری که معروف به قشر خاکستری رو چجوری باید وارد صحنه انقلاب بکنیم. یه هم که سیما متحرکه، هیچی حالا بعدن در موردش. درود به جناب قاسمی عزیز و طرفداران رستاخیز سیمون، اینجا رشت شب چله به تمام وطن پرستان خجسته باد به امید آزادی ایران. بله رشت. از طرف ارتش سری این جشن باستانی را به تمام وطن پرستان ایران شاد باش میگویم. ما سربازان پادشاهی این جشن بزرگ را گرامی میداریم. آمد تابی شاه در همراه نهایی بازگشت به پادشاهی. تا بعد تابید شام. خبته آذربایجان. چقدر زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا پرچم‌های شیر خورشید تاجدار در کنار فرتورهای پادشاهان ایران ساز پهلوی
در شب چله. پرچم زیبای شیر خورشید نشانی تاجدار جاوید شاه پاینده باد ایران نور بر تاریکی پیروز است. درود بر شما سربازان شجاع ارتش سری. شب باستانی یلدا رو به تمام پادشاهی خواهان و میهن پرستان ایران تبریک میگم. جاوید شاه درود بر شما. اینم که پست پادشاه یلدا مبارک. جاوید شاه. جاوید شاه. بله جاوید شاه. اینم که پست پادشاه. اینم که سعید قاسمی. ملت عزیز من، از امروز ما با هم تاریخ ایران را ورق زده ایم. این تاریخ پیش از این 5000 پرچم شیر خورشید پر از صفحات درخشان و پر افتخاری بوده که در طول قرون و اعصار با دست مردم فداکار وطن پرست و پاک دل این سرزمین نوشته شده است. ولی شاید در این دوران ممتد هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنیاد جامعه ایرانی به صورتی چنین عمیق و اساسی دگرگون گردد و این اجتماع کهن بدین طریق بر اساس عدالت اجتماعی و در راه ترقی و سعادت و سربلندی به قالبی چنین نو درآید. ما در این منطقه از دنیا به خواست خداوند و با همت شما چنان مملکتی خواهیم ساخت که از هر جهت با پیشرفته ترین ممالک جهان برابری کند. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که ما همه برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم. و من یقین دارم به خاطر سعادت خود و نسل‌های آتیه بدین ندای من عملاً پاسخ مثبت خواهید داد. به سوی آینده‌ای که ایران و ایرانی را به اوج عظمت و سعادت خواهد رسانید، خدای ایران همواره پشت و پناه شما باد. بله، 5000 پرچم شیر خورشید تاجدار. یعنی که سعید قاسمیه. دو جناب قاسمی، اینجا شیراز است. پرچمای سرنگ شیر خورشید تاجدار ایران توسط ارتش سری به دست ما رسید. به زودی با این نمادهای ملی در خیابان‌های ایران کشور را از اهریمن 57 پس خواهیم گرفت. انقلاب ما انقلاب شناسنامه دار است. پرچم ما پرچم شیر خورشید تاجدار پرچم ارتش رضا شاه است. دیگر اجازه سوء استفاده به اهریمن به 57 در آزر و باش و دلالان پاسبان خون را نخواهیم داد. زین پس هر سوی ایران نگاه کنی پرچم های شیر خورشید تاجدار را خواهیم دید. پاینده باد ایران جاوید شاه. پاینده باد ایران جاوید شاه. بله خب یه لحظه برگردیم. رستم اومده. بگو درود دوستان. بگو درود دوستان. سب کن نبیارم. بگو درود دوستان. بگو درود دوستان. بگو
کودتا کرده بودی لات بازی در آوردی؟ چرا؟ گریه کردی؟ خب به دوستان من درود بگو. بگو درود دوستان. نگه اینجا نگاه کن، بگو درود دوستان. شب چلتون، شب چلتون، شب چلتون، نه بگو شب چلتون مبارک. بوس هم بفرست جاوید چه هم بگو داجیزا. حالا برو برو الان بیام برم الان تمام کنم میبینیم الان بیا بیا. ای زشتی زشتی تو لایو من ده گریه میکنی؟ تو مردی اسمت رستمه. باش برو اونو برده برو برو اونو برده برو. بابای من من تو لایو هم ای 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 برشون 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 برو گره برو. خیلی خب تو لایو من دوستان دارم میبینم بهت میخندن. ولش کن اونو. دوستان تو لایو من بهت میخندن میگن رستمشون رو نگاه کن گریه میکنه. بله دوستان یه ویدیو پادشاه رو یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. من این رستم رو یه چیزی بدم دستش، کاکالیلی رو بدم دستش بره تا بقیه حرفامو بتونم. آینه نپزادی سب کن بابا. از این روز ما با هم تاریخ ایران را ورق زدیم. این تاریخ پیش از این نیز پر از صفحات درخشان و پر افتخاری بوده که در طول قرون و اعصار با دست مردم فداکار وطن پرست و پاکدل این سرزمین نوشته شده است، ولی شاید در این دوران ممتد هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنیاد جامعه ایرانی به صورتی چنین عمیق و اساسی دگرگون گردد و این اجتماع کهن بدین طریق بر اساس عدالت اجتماعی و در راه ترقی و سعادت و سربلندی به قالبی چنین نو درآید. ما در این منطقه از دنیا به خواست خداوند و با همت شما چنان مملکتی خواهیم ساخت که از هر جهت با پیشرفته ترین ممالک جهان برابری کند. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که ما همه برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم. و من یقین دارم که همه شما با رشد و پختگی اجتماعی که از خود نشان داده اید و با روح ملیت عمیق و استواری که در نهاد یکایک از افراد این مملکت نهفته است، به خاطر سعادت خود و نسل‌های آتیه به دین ندای من عملاً پاسخ مثبت خواهید داد. به سوی آینده‌ای که ایران و ایرانی را به اوج عظمت و سعادت خواهد رسانید، خدای ایران همواره پشت و پناه شما باد. بله، صحبت‌های پادشاه هم به مناسبت ویدیوی شب چله بود، هم 500 هم 5000 پرچم شیر خورشید تاجدار، یعنی هزاره پنجم. بذار یه ویدیوی دیگه هم از ویدیوی شب چله دوستان بسیار بسیار زیاده، متأسف اینستاگرام اجازه نمیده پشت سر هم پست کنی، اگرم پست کنی بازدید نمیشه، بنابراین من باید اینا رو با فاصله یک ساعت در یک ساعت حداقل پست کنیم که اون بازدیدی که باید داشته باشه رو حداقل بخوره، چون صفحه‌مون محدوده دیگه میدونید که. بنابراین ویدیوها بسیار زیاده، حالا برای تغییر صدا فکر می‌کنم تا یکی دو روز بعد از شب چله ما ویدیو شب چله داشته باشیم که پخش کنیم. بچه‌های ارتش سری دمتون گرم، همچنان هم دارم ویدیوها رو میفرستم. کاریه که باید انجام بشه از نظر سازماندهی و از نظر اعلام موجودیت، هم به اهریمن نشون بدیم که کتنکیه و هم یک امید، یک شجاعت تو جامعه تکثیر بشه. الان وقتی خانواده ها نشستن کنار هم دیگه با پرچم شیر خورشید تاجدار همه دارن جاوید شاه میگن، اون یخ آب شده، همدیگر رو پیدا کردن. و اگر یکی از اعضای یک خانواده عضو ارتش سری بود، همین امشب خانوادهش رو عضو ارتش سری کرده. ما همینجوری میتونیم گسترش پیدا کنیم، همینجوری میتونیم همدیگر رو پیدا کنیم. بریم یه ویدیو دیگه از 5000مین پرچم شیر خورشید تاجدار با هم دیگه ببینیم و برگردیم. بذار باز بشه.
اونایی که میتونید بشمرید بشمرید چند تا پرچم میبینید. دوستان فکر میکنید چند تا پرچم شما توی این ویدیو دارید میبینید؟ فکر میکنید اینا چه تعداد پرچمه دوستان به نظر شما؟ فکر میکنید چه تعداد؟ آی اونایی که نشسته بودید توی این کمپوزیسیون جفتک به تاق طویله میزدید، هزار پرچم شیر خورشید تاجدار دیگه توسط ارتش سری تولید و به زودی پخش خواهد شد. البته خب توی این تصویر که دوستان میبینن، چون از روی موبایل دارم روی لپتاپ رو نشون میدم، یه بخشای تاریک میفته، سیاه میفته. برای خب این ویدیو رو بلابلای این ویدیوهای شب یلدا، شب چله، به هر حال پستش میکنیم میاد بیرون و بعد اونجا بهتر میتونید تشخیص بدید. بانو آذر تشخیصشون درست بود، اینا 500 پرچم شیر خورشید تاجدار بود. 500 پرچم شیر خورشید تاجدار آماده است. حالا اون 500 تای مابقیش هم داریم آماده میکنیم که امیدوارم دوستان همت کنن، کمک کنن که بشه اونم هرچه زودتر آماده بشه که همش یه دفعه با هم پخش بشه. بذاریم بانو برامون یه دونه فرتور فرستاده. چیه؟ به 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 به، بچه های ارتش سری کولاک میکنن. نگاه اینو همین الان فرستاده، نمیخواستم اینجوری پخش کنم، چون عرب و عرب و شمسی کوره میان مصادره میکنن همه فرتورها. ویدیوهای ارتش سری باید با هشتگ ارتش سری پخش بشه، باید با هشتگ ارتش سری وسطش نوشته بشه که کسی نتونه مصادره کنه. هرچند هشتگ هم که میذاریم ور میدارن، پاک میکنن، فتوشاپ میکنن و این ور ور، ولی به هر حال این همین الان داغ داغ بود، داغ داغ براتون نشون دادم. اب نداره، نمیذاریم چیز ملا خورش نمیذاریم بکنن. به هر حال پرچمای ویدیوهای زیادی بچه‌ها فرستادن، بذارید تعداد آخه رونویسی نکردم، صدا رو عوض نکردم این بخش زیادیشو، ولی یه دونه دیگه نگاه کنیم، یه دونه دیگه نگاه کنیم. بذارید صفحه لپتاپ رو یه جوری بذارم که کیفیتش پایین بیاد، که این یاس منگولا و منگول گوش میرزه ها نتونن کپی کنن، ها نتونن برش دارن. بردان ارتش سری این جشن کهن ملی را که بیشتر از فرهنگ و تاریخ غنی این دولت را گرامی و پاس می دارد. چله بر تمامی ملت ایران پیروز و شاد باش باد. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آورد، وقت است که باز آید. تا ابد جاوید جاوید شاه. خیلی
ویدیو خیلی زیاده، خیلی زیاده. من میگم هم رونویسی نکردم، هم بعضی ها صدا رو عوض نکردیم. اونایی که صدا رو عوض کردم رونویسی نکردم، مثلا یکیش این بود صدا رو عوض کردم. بعد اینو خیلی حال کردم، اینو خیلی حال کردم، ارتش سری در خوزستان بین چند خانواده، و همین یک پرچم خودش بالای 2300 نفر رو دور خودش جمع کرد. خیلیه. یعنی اون چیزی که گفتم گفتمان براندازی رو در شب چله میتونید آغاز کنید اینجاست دوستان، اینجاست. به هر حال خواستم همین یلداتون رو تبریک بگم، شب چلتون رو تبریک بگم و اینم بگم که ویدیوهای شب چله فکر میکنم تا دو روز، تا دو سه روز آینده همچین ما ویدیوهای اینا رو داشته باشیم و پخش کنیم. خب پخش میکنیم، دوستانم میدونم که خسته نمیشن، به قول بانو آذر که اینجا نوشته بودن انرژی میگیریم از اینها و واقعا همینه. این پرچم رو اونایی که در من خودم هنوز به دستم نرسیده، قرار بود یه صدتاییشو آماده کنیم اینجا بتونیم پخش کنیم که حالا در دست اقدامه، ولی اونایی که این پرچما رو داخل ایران گرفتن حس و حالشون رو خودشون میدونن و منی که برام ویدیوهاشون رو میفرستن یا صداهاشون رو میفرستن و چقدر زیبا، چقدر ویدیو، چقدر ویدیو هنوز پخش نشده. بذار یه ویدیو دیگه نشونتون بدم دوستان، درود آقای قاسمی. شب شب یلدا من سر کاری، ببین پرچم شیر و خورشید تاجدار رو بردن سر کارشون. اینه بچه های ارتش سری، این هم نگاه، پرچم شیر خورشید تاجدار رو بردن سر کارشون. پرچم شیر خورشید تاجدار رو بچه های ارتش سری از خودشون جدا نمی کنن، سر کار هم که میرن این پرچم رو با خودشون میبرن، همجوری که دارن میگن توی ویدیو از این پرچم انرژی میگیرن. این اون حرکتیه که میباید سالیان پیش آغاز میشد و مردم یک دست همدل و همراه رو پیدا میکرد، ولی خب نذاشتن دیگه، بنابرای دلایلی که همتون میدونید. و خوشحالیم که ارتش سری این کار رو انجام داده، حداقل در اندازه توان خودمون از یه لایو اینستاگرامی با نمیدونم 150-200 نفر بازدید محدود چه انتظاری میشه داشت. فکر کنید حالا اگر یک رسانه‌ای مثل همین تلویزیون خوب انوگو یا تلویزیون خوب رژیم اینتر آشغال و امثال هم یک همچین چیزی در اختیار بچه های ارتش سری بود، باور کنید یک هفته ای انقلاب میکردن، یک هفته ای انقلاب میکردن. حتی اون قاعده بازی مافیای جهانی رو هم میتونستیم به هم بزنیم که انتفاق ها انقلاب ها توسط سیستم های امنیتی رخ میده دیگه، ولی اگر ما یک همچین چیزهایی رو در اختیار داشتیم ببینید چه کارهایی که میشد انجام داد. ولی خب دیگه، چه بگویم که نگویم. بر روی سپاسگزار از همه دوستان، شب یلدای خوبی داشته باشید، شب چله خوبی داشته باشید. امیدوارم که سال آینده این جشن، این مراسم باشکوه رو همگی در ایران جشن بگیریم. و بعد از این لایف، آن یه لایف گذاشتم راجع به این جانوران جمهوری اسلامی امروز عصر، متا بعد از پشت سرش تعداد ویدیو شب چله رو گذاشتم، این پست عقب افتاد رفت پایین. حتما دوستانی که ندیدید برید ببینید، 20 دقیقه است این لایف،
برید نگاهش کنید و مطالب مهمی توشه. و اتفاقا دیدم همین غروبی که توی فضای مجازی دور می‌زدن، دیدم بسیاری از تیترهایی که توی اون لایو گفته شده بود مدعیان دوزاری ورداشته بودن و از قول خودشون سوال پرسیده بودن. حالا بعضی رفته بودن عکس‌ها رو گذاشته بودن، آقا چرا اینا سناریوهاشون ناموفق همه جمهوری اسلامی ها، ولی اونوری ها هر کسی که مخالف واقعیه نه تنها سناریوش به حقیقت میپیونده، بلکه سیستم های امنیتی هم هیچکی زیر بار نمیره، دادگاه هم هیچکی محکوم نمیکنه و همه آزاد میشن. پس این جریان ترور مرور ساختگی جمهوری اسلامی داستانش چیست؟ حالا دیدم یه سری ها به هر حال دارن از اون مطالب استفاده میکنن، بسیار هم خوبه. سوال بیفته تو ذهن یه عده آدم خوبه، بذار گفته بشه، بذار پرسیده بشه. حتما برید اون ویدیو 20 دقیقه رو هم ببینید. سپاسگزارم از همه دوستان. یه تشکر ویژه میکنم از بچه های نور شاهی. آره آرش، آره، دیشب یکی از دوستان پیام داده بود، ساعت 11-12 شب بود، من بیمارستان بودم، بعد امشب هم تو لایف فکر نمی کنم باشه. برحال پیام داده گوه اینستاگرام من محدود کرده، نمیتونم کامنت بنویسم، نمیتونم فلان بنویسم. بعد من یه ویسی واسه شون گذاشتم، گفتم اوضاع خرابه بانو، از این ور خودم درگیر این کارای این ورم، بیمارستان و گرفتاری ها این ور، از اون ور کارای داخل، از این ور بچه ها، از این ور هزینه ها، از این ور خانواده هایی که توی نور شاهی ما بهشون میرسیدیم، یعنی ما که نه، شماها بهشون میرسیدید، اونایی که در طرح نور شاهی بودن، زندانی سیاسی داشتن، عزیزشون رو از دست داده بودن و خیلی چیزها. همه اینها وقتی هم ما دوست شب هم که لایف نمیذاریم که دوستان کلن یادشون میره، حتی هر لایف هم که میذاریم یادشون میره، ولی بد فشاری، خیلی بد فشاری، بد موقعیتی هستم. حالا بانو آذر داستان داره، توی بد موقعیتی هستم به اون دوستمون گفتم و گفتم اگر را دستتون هست حمایت کنید، حداقل یه بخشی از این مشکلات رو بتونیم حل کنیم. یه نفر آدم، من یه نفر که دارم میگم نه که ارتش سری یه نفره، نه، یه مرکزیتی داره اینجا که یک نفر آدمه، اونم من پاسخگوام، من دارم کاراشو انجام میدم و همه این گرفتاری ها، همه این دردسرها، حالا در کنارش دوستان پیام های طولانی مدت، وایس های طولانی مدت و پشت سر هم اصرار که آقا این پیام ما چرا نمیبینی، چرا نمیکنی، چرا جواب نمیدی، چرا فلان نمیکنی. نمیدونم، اگه آدم فکر کنه برای من از حداقل در روز 200-250 تا پیام فقط روی دایرکت اینستاگرام رستاخیز میاد، اون یکی برگه هست، برگه خودم هست، توییتر هست، تلگرام هست، یوتیوب هست، ایمیل هست، فیسبوک هست، خب اگر برای هر پیامی ما بخوایم 2 دقیقه وقت بذاریم، خودتون حساب کنید ببینید ما کل 24 ساعت رو باید بذاریم فقط پیام ها رو پاسخ بدیم. بعد دیگه کی به این کارا برسه؟ دیگه کی به اون بخش تولید برسه؟ کی به بخش هماهنگی برسه؟ کی به بخش پخش برسه؟ کی خیلی کارهای دیگر رو انجام بده؟ ویدیوها رو کی درست کنه؟ ویدیوها رو کی بذاره؟ و خیلی چیزهای دیگه. و بعد دوستان دلخور هم میشن. این هم جالبه برای من. البته خب نمیدونم، شاید حق دارم، فکر میکنن ما هم نشستیم و فقط منتظریم که یه وایس، یه پیام، چیزی بیاد، ما با پاسخشون رو حتما بدیم. بر روی بچهای نور شاهی خواستم ازتون تشکر کنم، کار بسیار بسیار بزرگی انجام دادید. از توی 9 ماه 10 ماه، شاید بیشتر، نزدیک 1 سال خورده‌ایه که الان نور شاهی رو برقرار کردیم که بعد خورد به زلزله خوی. خانواده هایی رو ما تو نور شاهی ازشون حمایت میکردیم. نه، نیرو نمیشه بگیری، اصلا نمیشه نیرو بگیری. دست وقتی دوتا شد کنم لایبم خراب شد. خانواده هایی رو ما در نور شاهی حمایتشون میکردیم و الان مدتیه که نتونستیم این کار رو انجام بدیم. دلیلش هم اینه که بچه های نور شاهی حمایت نمی کنن، کمک نکردن و نمیان جلو. نمیدونم چرا سر میخورونن، فکر میکنن، حساب کتاب میکنن، یا بعضیشون میگن ما که دادیم، حالا 4000 تا 5000 تا پرچم پخش شده دیگه، حالا ببینیم مثلا 5000 تا چی میشه. نه دوستان، ما داریم با یک اهریمنی مبارزه میکنیم که این اهریمن
کشور ایران رو در اختیار داره، منابع کشور ایران رو که در اختیار داره، هیچ بازوهای مافیایی هم دارن کمکش میکنن. بنابراین دشمن ما از نظر مالی، از نظر امکانات، از نظر آدم بسیار بسیار قدرتمنده. تعارف که نداریم که. حالا ما میخواییم با دست خالی با این اهریمن بجنگیم و این دست خالی با اگر با حمایت شماها نباشه که دیگه اصلا هیچی دیگه، کار تمومه دیگه، تعطیله. شما فکر کنید در طول این یک سال خوردهی گذشته یا نه ماهی که تولید پرچمهای شیر خورشید تاجدار استارت خورده و داریم انجام میدیم، ببینید چه کار بزرگی انجام شده. به ایران سوگند، این اراذل فاند بگیر رو میبینید توی خارج از کشور 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون دلار پول میگیرن. 10 میلیون، 20 میلیون دلار پول میگیرن برای اینکه فقط بیان بشینن تو این رسانه ها کس و شش تعریف کنن، برای اینکه فقط ملت رو سر کار بذارن، برای اینکه فقط مانع سرنگونی جمهوری اسلامی بشن. نمونهش قومی کلاه رو داره دستش، امیر حسین اعتمادی رو داره دستش، حجت کلاش رو داره دستش، قانه فرد رو داره دستش، تجزیه طلب ها رو داره دستش، شریعت مداری رو داره دستش. حالا ما داریم با یک همچین اهریمنانی می جنگیم. وقتی یک کاری رو واردش میشی، چند تا پروژه رو داریم انجام میدیم و بعد حمایت شما قطع میشه، عملا کارها همه گره میخوره تو هم. وقتی هم گره خورد تو هم، اون زنجیره، اون شبکه‌ای که داره به اون ترتیب کار انجام میده از ریل در میاد و دیگه کار رو نمیشه به اون درستی انجام داد. اختلاف پیش میاد، بد اخلاقی پیش میاد، بد قولی پیش میاد و آدم ها میگن آقا بذار بریم دنبال بدبختی خودمون. بنابراین بچه های نور شاهی، شما کار بسیار بسیار بزرگی انجام دادید. حالا الان ما هرچی بگیم شاید بعضی ها بگن ای بابا فلان، ولی اینو تاریخ به شما خواهد گفت. همین الان هم دارید میبینید دیگه، با بی بی سی و دی بی سی و رژیم اینتر آشخال و من و ملا و خود جمهوری اسلامی و اراذل و اوباشش همه یک سمت جریان وایستدن، بچه های ارتش سری هم یک سمت جریان. اگه غیر از اینه بگید غیر از اینه. کی داره کار عملی و فیزیکی انجام میده؟ کی داره زمین سازی میکنه برای یک رستاخیز؟ کی داره این گفتمان ها رو برقرار میکنه؟ همین بچه های ارتش سری. با چی؟ با پرچم شیر خورشید تاجدار. معجزه نمی کنه که اون معجزه‌ای که بعضی ها مد نظرشون هست، اما یک انقلاب، یک رستاخیز در دل آدم ها ایجاد میکنه، همین پرچم. و همین رستاخیز موجش میتونه جامعه رو در بر بگیره کما اینکه گرفته. بنابراین خیلی مهمه بچه های نور شاهی کمک کنید، بذارید این چرخ ها، بذارید این چرخ دنده ها همینجوری تو همدیگه بچرخن و بتونیم کار رو جلو ببریم. به هر حال این کار جلو میره، ولی خیلی خوبه که یه مقدار فشارم از روی امثال ماها برداشته بشه. یعنی دغدغه و درگیری خیلی از مسائل و خیلی از چیزهای دیگر رو نداشته باشه که حالا متاسفانه همه رو داریم. حالا اینم شب چله بود، یه گفتمان بود دیگه، یه گفتمانی بود با دوستان. امیدوارم که به باور کنید یه آدم های پولدار ایرانی ما داریم که مثلا 20,000 تا 30,000 تا 50,000 تا پول خوردشونه، اصلا براشون مهم نیست، ولی اونا به پای برنامه های رستاخی سیمون نمیشینن که. اونا میرن میشینن ایرانی تر آشغال میبینن، اونا میرن رژیمی تر آشغال میبینن، میرن من و ملا میبینن، میرن بی بی سی میبینن، اگه خیلی بخوام به ایران فکر کنن البته، اگر هم نه که اصلا برشون مهم نیست. سپاسگزارم از همه دوستان. پاینده ایران جاوید شاه، اون لایو امروز از 20 دقیقه رو هم ببینید، هم میتونید دو بخشش کنید، دو تا 10 دقیقه روی برگاهاتون پستش کنید، خیلی 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 مهمه و نکات مهمی درش هست. بعد از این لایو از ساعت دیگه دوباره شروع میکنیم به ویدیوهای شب چله با پرچم شیر خورشید تاجدار رو از ارتش سری پخش میکنیم. فکر میکنم تا یه 2 روز یا 3 روز مثل همون حماسه
چهارم آبان، هفتم آبان و نهم آبان ما ویدیو داریم که پخش کنیم. دم بچه های ارتش سری گرم، دم بچه های نور شاهی هم گرم. سپاس از همه دوستان، پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود.